کارزاری به منظور مبارزه با خیابان آزاری بانوان در شهر هرات آغاز شده است. این کارزار از سوی شماری از بانوان فعال راه اندازی شده و هدف آن آگاه ساختن مردان از حقوق زنان و جلوگیری از آزار و اذیت خانم ها در سطح شهر و مکانهای عمومی خوانده می شود. این برنامه با سخنرانی علمای دین و اجرای نمایش تئاتر در یکی از مارکت های تجارتی شهر هرات آغاز شد و قرار است در چند بخش دیگر شهر نیز برگزار شود. نصیر احمد صالحی گزارش می دهد. شاید هر بانویی که در شهر هرات رفت آمد می کند با پدیده خیابان آزاری روبرو شده باشد. مردان هستند که با نگاه، گفتار و عمل بانوان را در بازار و مکانهای عمومی مورد آزار و اذیت قرار می دهند. حالا شماری از بانوان فعال آستین برزده تا با راه اندازی کارزار با این پدیده مبارزه کنند. این کارزار به روز شنبه با سخنرانی علمای دین و اجرای نمایش های تئاتر از یک مارکت تجارتی شهر هرات آغاز شد و قرار است در چند بخش دیگر شهر نیز راه اندازی شود. خیابان آزاری یکی از مشکلاتی هست که تا حال مد نظر کسی نیامده و او را به عنوان یک موزله و یک مشکل حاد برای خانم ها تا حال کسی نپنداشته و فکر کردن بسیار عادی هست. به حد این مسئله عادی شده که تبدیل به یک عادت شده و من که قرار یک خیابان 4 متری خواسته باشم رفت و آمد کنم، برای من بسیار یک پدیده عادی هست که 4 نفر برای من حرفای بسیار زشت و ناروایی بزنند و یا مزاحمت های کنند. بسیار عادی شده. خیابان آزاری خانم ها در شهر هرات باعث شده تا خیلی از بانوان حتی جرأت بیرون شدن از خانه را ندارند. همین پدیده جلوی فعالیت های خیلی از دختر خانم ها را در اجتماع گرفته است. همین آزار اذیت ها که انواع مختلف و گسترده داره، این باعث میشه که خیلی از دختر خانم ها منزوی بشن و به حاشیه کشانده بشن و نتونن جرأت از این پیدا نکنن که باز هم تبرز پیدا بکنن. داخل همین محیط وقتی ما از همین زینه ها بالا و پایین میرفتیم، اکثریت از این پسرا میگفتن زینه ها از بین رفت، بگیم بالا و پایین نرن. خود از یک نوع آزار اذیت خیابانیه، چی فرق میکنه؟ من خودم فعلا محصل هستم و ادامه میدم راه خور با وجود آزار اذیت هایی که به بیرون از به دانشگاه میریم، آزاری اذیت هایی که میبینیم، بازم کوشش میکنم زیاد سرم تاثیر نگذاره و ادامه بدم راه خور. خیابان آزاری در قانون منع خشونت بر بانوان جرم پنداشته میشود. کسانی که دست به این کار میزنند طبق قانون باید مجازات شوند. آزار و اذیت زنان از دید دین اسلام هم منع است. شماری از عالمان دین میگویند کسانی که باعث آزار و اذیت دیگر مسلمانان به ویژه بانوان میشوند، این عملشان از دید دین اسلام مردود است. نگاه بد کردن به طرف یک مسلمان، چی خواهر باشه، چی برادر باشه، چی فقیر باشه، چی غنی، در هر سمتی که باشه، در هر موقعیتی که زندگی میکنه واقعا و در هر شغلی که داره، اگر از او طریق کسب و شغل و کار و روزگار خود باعث آزار و اذیت دیگران میشه، واقعا در دین ما، در ارزش‌های اسلامی ما جایی نداره. آزار و اذیت خیابانی حضور بانوان را در فعالیت‌های اجتماعی کم رنگ کرده است. همین پدیده باعث شده تا خیلی از خانواده‌ها به دخترانشان اجازه بیرون شدن از خانه را ندهند. حالا برگزار کننده های کارزار خیابان آزاری بانوان در شهر هرات امیدوار هستند که با برگزاری چند برنامه آگاهی‌دهی برای مردان تا حدودی این پدیده را کاهش دهند.